تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم هر آیه رو چند دقیقه صحبت میکنیم. به اواخر جزء 18 رسیدیم، سوره فرقانیم، آیه 19. آیه 19 رو تلاوت رو بشنوید. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. در آیه قبلی بود که خداوند روز قیامت هم بت پرست رو زنده میکند، هم بت ها رو، به بت ها شعور برهمت میکنه. از اونا پرسیده شماها مردم رو به سمت خودتون دعوت کردید که بت پرست بشن، میگن منزهی تو ابدا، ما حق نداریم همچی کنیم، ما کار نگن به غیرنا، ما رو نسازد که این کار بکنه. لیکن اینها چون خودشون و خانواده ها و نیاکانشون در رفاه بودن، اون رفاه باشد که اینا سرمست شدن، غافل شدن. قرآن در این آیه 19 سوره فرقان میگه فقط کذبوکم. خدا در اون روز به مشرکین میگه ببینید فقط کذبوکم، این بت ها شما رو قبول نداره، فقط کذبوکم، این بت ها شما رو تکذیب میکنن. میگن ما اینها رو منحرف نکردیم. پس ببینید دیگه روز دستتون به هیچ جا بند نیست. در قرآن آیات زیادی داریم، در مکرر قرآن میگه عین شرکایی، به منحرفین میگه کجا هستن اینایی که تو دنیا شریک من قرار میدادید، خب بگو بیان کمک کنن دیگه. در اینجا فما تستطیعون اون صرفن، شما توان ندارید این قهر خدا رو از خودتون منصرف کنید. ولا نصرا، هیچ نصرت و یاری از هیچ کس دریافت نمیکنید، نمیتونید قهر ما رو جلوگیری کنید، نمیتونید نصرت کسی رو دریافت کنید، دستتون به هیچ جوان نیست. و من یظلم منکم، کسانی که ظلم میکنن از شما، نذق عذابا کبیرا، عذاب کبیر بهشون میدیم. و من یظلم، اینجا بحث ظلم نبود، بحث شرک بود. یعنی معلوم میشه که کسی خدا را رها کنه از سراغ غیر خدا برای این ظلم کرده به خودش. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگه و ظلم عظیم عذاب کبیر داره. خداوند در قرآن بر ظالم کیفرهای را بیان کرده. یه جمعه یک ظالم رستگار نمیشه، والله لا یفلح الظالمون، ظالم مورد قهر خداست، الا لعنت الله علی الظالمین، عذاب پایدار داره، ان الظالمین فی عذاب مقیم. ظالم جایگزین نمیتونه جا خودش رو بذاره که فلانی رو عوض من تنبیه کنید. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثلهم معه لافتدوا، اگر اون چه در زمین هست دو برابرش رو بدن برای که جایگزین تعیین کنن، نمیشه. به ظالم اجازه نمیدیم عذرخواهی کنه، و اگر عذرخواهی کنه عذرخواهی فایده نداره، لا ینفع الظالمین معذرتهم. به هر حال معبودهای خیالی و بت‌ها نه تنها یار شما نیستن، بلکه کار شما رو هم تخطئه میکنن، تکذیب میکنن. انسان مشرک در قیامت هیچ هم از هیچ حمایتی برخوردار نیست. آیه 20 بشنوید، آخرین آیه از جزء 18 که بعد وارد جزء 19 میشه. و ما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. در آیه قبل داشتیم که میگفتن چرا پیغمبر غذا میخوره تو بازار راه میره، این میان میگه همه پیغمبرا تو غذا میخوردن، همه پیغمبرا تو بازار راه میرفتن، گیر نداره. ما ارسلنا من قبل که من المرسلین، قبل از تو هیچی که از انبیا رو نفرستادیم الا اینکه انهم لیاکلون الطعام، همشون غذا میخوردن، یمشون فی الاسواق، همشون تو بازار راه میرفتن. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما بعضی از شما رو وسیله آزمایش دیگری قرار دادیم، یعنی به پول داره پول دادیم ببینیم شوک میکنه یا بدمستی.
فقیر را فقیر قرار دادیم، ببینیم صبر میکنه یا پرده داره. یکی رو با پول امتحان میکنیم، یکی رو با فقر امتحان میکنیم، یکی رو شکل زیباش میدیم، یکی رو شکل زشتش میدیم. به هر کسی یه چیزی میدیم، یه چیزی میگیریم تا همه امتحان بشن. و جعلنا بعدکم لبعضا فتنه، همتون بر هم دیگه امتحانید. اتصبرون، آیا صبر و تحمل از خودشون نشون میدید؟ و کان ربک بصیرا، پروردگار تو همه آواره بیناست. خب آشنایی با تاریخ دشمن رو خلع صلاح میکنند، چون اینها صلاحی بود که پیغمبر چرا انسانه، چرا فرشته نیست، چرا مثل ما قضا میخوره را میره. پیغمبر تو این آیه اینها خلع صلاح میشه، میگه این که بهانه نیست، همین تو بودن. خب تمام انبیا زندگیشون زندگی مردمی بوده و زندگی ساده انبیا برای مردم آزمایشه. ما گفتیم انبیا مثل باقی مردم زندگی کنن تا مردم آزمایش بشن. بگیم خب اینا مثل خودمونه، گوش برفی شدن. گاهی وقتا میگه آخه من زیر بار ای بدم، اینا مثل منه. حجاب معاصرت، یعنی همین که من با هم دور هستیم تحمل نمیکنه زیر بار رو بره. زندگی پیغمبرا مردمیه تا شما آزمایش بشید. اگه انبیا زندگی مرفعی داشتن، باغها داشتن و طلاها و کاخها داشتن، خب مردم دور پیغمبر جمع شدن به خاطر زندگی مادیشون. این معلوم نیست کدوما به خاطر عقل و منطق رفتن سراغ پیغمبرا. مردم باید آزمایش بشن. در نهج البلاغه داریم خدا میتونست کعبه رو یه جای خیلی خوش آب و هوا بذاره، اما اگه کعبه یه جای خوش آب و هوا بود، اینا که میرفتن مکه معلوم بود به چه نیتی میرن، برای عیاشی و رفاه میرن یا برای بنده خدا. خداوند کعبه رو یه جای داغ بی منظره طبیعی گذاشت تا معلوم بشه هر کی میره مکه خدا رو دوست داره، کعبه رو دوست داره. خب به ثروتمند پول میدیم تا ببینیم شکر میکنه یا طغیان، به فقیر پول نمیدیم تا ببینیم صبر میکنه یا حسادت میکنه. کلید موفقیت در آزمایش های خدا صبره. میگم ما فتنه و آزمایش میکنیم، اتصبرون شما صبر میکنیم. امتحان خدا چیزی برای خدا کشف نمیشه، خدا میدونه که چه کاره. امتحان خدا و کان ربک بصیرا، خدا بصیره میدونه. اون تا امتحان میکنه تا این استعدادهای ما شکوفا بشه. وقتی استعداد ما شکوفا شد، بلقواهای ما بلفل شد و خدا پاداش میده. ما خودمون نمیتونیم. مثلا ما تو خیابون میریم میدونیم ایشون نجاره، پولش میدی؟ نه. باید کار بکنه تو پولش بده. این لحافدوزه. همین که میدونی لحافدوزه پولش میدی؟ نه. خدا میدونه که چه کاره. چون خدا میدونه پول بده، مزد بده. باید این نجار نجاری کنه، لحافدوز لحافدوزی کنه تا از ما حقوق بگیره. خدا میدونه ما لحافظیم یا نجار ما چه کار هستیم، اما تو از ما عملی سر نذاری که خدا مزد به ما نمیده. پس امتحان خدا برای اینی که خدا چیزی یاد گیره. خدا میگه فتنه، ما عمل امتحان میکنیم، بعد میگه وکان ربک بصیرا. فکر میکنم امتحان میکنم تا من چیزی بگم. خدا بصیره، میدونه که چه کاره. امتحان میکنم تا از تو یه عملی سر بزنه، یه خیاطی لحافظی عمل سر بزنه تا مزدش بدیم. ما شما رو امتحان میکنیم تا از شما یه عملی سر بزنه، وقت طبق او عمل مزد بدیم به شما. خدایا ما رو در امتحانهای خودت روسفید بیار بیرون. جزء 18 تمام، آغاز جزء 19 سوره فرقان آیه 21 وارد جزء 19 میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.